سامی هستم با آموزش نصب پنل در خدمتتونم. میخوام تمام روش های نصب پنل رو بهتون آموزش مساز کردم که خیلی این روش ها رو نمیدونن، گفتم که یه بار بر همیشه توضیح بدم. روش اول اینه که اینو لینک نصب رو برمیداریم و داخل سرور قرار میدیم. از ما این سوال میپرسید که آیا پورت رو میخوای انتخاب کنیم یا رندوم ساخته بشه. همین، بعدش پنل نصب شد. روش بعدی که آموزش نمیدم، روش بعدی به این شکله که این لینک رو اگه ما کپی کنیم، حالا من میزنمش اینجا که قابل ادیت باشه، اینجا اگه ما میتونیم ورژنش رو تغییر به هر ورژنی که دلمون بخواد نصب کنیم. ورژن کجا بیاریم؟ از داخل تگا. ما تا الان 72 چند تا بود؟ 72 دونه ورژن زدیم. پس خدا بده برکت. مثلا ما ورژن 2.4.0 رو میخواییم نصب کنیم، اینجا قرار میدیم، لینک رو کپی میکنیم به این شکل. چی شد؟ آها ببخشید، مثلا داخل سرور نشدم. SSH فلان. خب داخل سرور که قرار بدیم، نمیخواد جواب بدیم. خب این نصب شد، ورژن 2.4.0. حالا اینو حذف میکنیم تا بریم روش های بعدی رو تست کنیم. روش بعدی ما فرض میکنیم که میخواییم ورژن بریم صفحه عقب تر است 2.3.12 رو مثلا نصب کنیم. دو حالت داره، یا میایم لینکش رو کپی میکنیم یا خود فایلش رو دانلود میکنیم. خب هر دو رو آموزش میدم. این فایلی که دانلود کردم اینجاست. خب ببینیم توی صفحه اول و این کد رو برمیداریم. یه حالت هم هست، میخوایم نسخه آخر رو خودکار به این شکل برامون دانلود کنه. داخل این هم یه روش آرکو تشخیص میده، داخل لینک قرار میده و نسخه آخر رو دانلود میکنه. چجوری؟ اینو که کپی کنیم همین متنه، اینو این کلیه بزنم. خب اینجا که ما قرار بدیم، الان چیکار کرد؟ این نسخه آخر رو که اسمش اینه دانلود کرد، داخل روت قرار داد. خب چیز عجیبی نیست. بعد اینو که کپی کنیم این چیکار میکنه؟ این میاد همون فایلی که دانلود کردیم رو نصب میکنه. چجوری؟ به این شکل کپی میکنیم پیست میکنیم. الان پنل نصب شد. خب ما این دوباره حذف میکنیم، یکی دیگه رو میزنیم. خب اون فایل رو هم با حذف کنم، یکی دیگه رو بزنم. حالا ما میایم اون ورژنه بود که لینکش رو برداشتیم. این اینجا اولش یه لینکت اضافه میکنیم. الان چی شد؟ اون فایل مد نظر ما دانلود شد، توی روت اضافه شد. دوباره اگه ما اینو کپی کنیم بزنیم مثل سری قبل نصب میشه. روش بعدی که هست، میخوایم به صورت دستی فایل رو آپلود کنیم. خیلی تو سرور ایران به کار بهتره این کار انجام بدیم، چون سرور ایران معمولا با گیتاب مشکل دارن و صورت آپلود خیلی اصلا افتضاحه. خب ما اینو الان آپلود کردیم، چی میشه؟ اینجا دقیقا مثل بازم سری قبل اینجا اضافه شد. بعد بازم همینو کپی میکنیم و میزنیم و نصب شد داستان بنش. حالا ما دوباره اینو حذف میکنیم، چون بازم یه روش دو تا روش نصب دیگه هست.
اینم حذف کنیم. روش بعدی داکر رو میزنم آخر توضیح بدمش. فرض میکنیم ما اینجا بعد از ورژنمون که دادیم چند تا کامیت دیگه زدیم و هنوز آپدیتی ندادیم که ملت استفاده کنن، ولی بعضی خیلی کنجکاو همون دوست دارن تغییرات جدید رو داشته باشن و استفاده کنن. چیکار میکنن؟ مثلا فرض رو برای میگیریم این کامیت آخری که ما زدیم و ورژن براش نداشت. فرض میکنم چون خب الان چیزی ندارم که بخوام اونو مد نظر بدم. بعد ما اینجا دو تا داریم، کدوم رو ببریم؟ یکی نوشته داکر، یکیش ننوشته هیچی. ما اینی که داکر ننوشته رو میریم. بعد چی؟ اینجا ما میتونیم فایل رو دانلود کنیم. خب بازم باید آرک سرورتون بدونین و من اینجا میدونم چیه، md64 رو دانلود میکنم. صبر میکنیم تمام شه. خب دانلود که کردیم اینجا فایل زیپ داریم. خب ما این فایل زیپ رو از زیپ در میاریم، از این رو هست کنیم یا از زیپ که در بیاریم، دقت باید کنید از زیپ در نیارید کار نمی کن. خب اینه که از زیپ در بیاریم همچین چیزی ما داریم. اینو الان بازم مثل همون داخل سرور قرار میدیم، بازم مثل سری قبلی و اون کده رو میاریم. این کوده کجا رفت؟ این اونجا یه ls بزنیم، بازم فایل هست دیگه، آپلودش کردم. این که بزنم دست میشه. خب روش بعدی داکر که اصلا دوست ندارم، ولی خب هست چیزی که هست رو باید بگیم. بازم این دوباره هست کنم دوست نشه. داکر اول باید خودش رو نصب کنیم به این شکل. کنم یه بار نصب کردم، حالا سر همون ایرور بده که تو نصب داری چون میخوای دوباره نصب کنیم همچین چیز. خلاص این لینک اول که میزنیم، بعد دومی رو کپی میکنیم. طول میکشه یه مقدار. خب دومی کلانش رو میگیره. سومی رو میزنیم. الان من چون یه بار تست کردم سر همون چیز کمتری میاد. خب حالا چطوری به پنل وصلشیم؟ توی داکر ما منوی بش نداریم، سر همون همه چی دیفالته. این آی پی سرور همه، این پورت دیفالتی که برای داکر هست. اینجا ما چیز هم حتی نداریم، وب پیج پس هم حتی نداریم، یوزر نیم پسورد هم بازم دیفالته. از اسمت داکر خوشم نمیاد. خلاصه همه چی دیفولت و باید همه رو عوض کنید خودتون دستی، بیاد اینجا پسورد عوض کنید و این داستان ها. خواهش میکنم چیزم بذارید، پسم بذارید و صفتم بگیرید و همه کارا رو بکنید دیگه. همین دیگه روش خاصی دیگه نداریم. یه روش دیگه هم هست، آموزش نمیدونم ولی خب برای دیگه خیلی حرفه میشه برای این سرور دیگه، برای دوستان فوق حرفه. خودم اصلا سال کنم یکی دو بار تست کردم موقعی که پنل نداشتم اون داستان دیگه. همین آموزش های بعدی
چیزای مفیدتری آموزشتون میدم. گفتم باید از پایه شروع کنم، سر همون مثلا این آموزش بدم. موفق باشید.